خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو خدمتتون تقدیم میکنم. من رو میبخشید همیهنان گرامی، با این پوزیسیون در برابر دوربین نشستم. خیلی گرمه امروز لس آنجلس، گرم بود و هست و به خصوص در استودیو که چندین چراغ هم پروژکتور هم روشن هست و این استودیو واقعا جهنمی است، با وجود که هم کولرا کار میکنه، هم وارتان محبت کرده یکی دو تا پنکه هم دور بر من گذاشته، ولی گرما خیلی آزاردهنده است. یاد دوران بندرعباس میافتم که من به عنوان مسئول خبر و گوینده خبر در اونجا بودم و ما یه مسابقه ثبت نشده داشتیم با اون شیخکای اون ور خلیج پارس، چون با عملیات که مهندسین تلویزیون انجام داده بودن، از جمله همین مهندس شجره خودمون، بر روی کوههای جنو در نزدیکی بندرعباس آنتنهایی نصب کرده بودن که صدای ما و تصویر ما رو اون ور پخش میکرد و ایرانیان اون زمانه که نه امارات متحده عربی بود، نه این بازیایی که این شیخک‌ها در آوردن، ام القوه این بود، دبی بود، فجیره بود، نمیدونم قطر بود، این شیخک‌های اون بر خلیج پارس و عده زیادی ایرانی در اونجا بودن که الان هم هنوز هستن و اینا حساسیت عجیبی داشتن روی ایران و نام ایران و برنامه‌های ما و همچنین ما هم میتونستیم تصاویر بعضی از اون تلویزیون ها رو در این ور نگاه بکنیم. تصاویر بسیار بد، پر از برفک و گوینده هایی که کج و کوله بودن، چپی عقال میبستن، بعد مگس تو استودیوشون پر بود، دائم گوینده یه مگس میشست رو دماغش، یکی میشست اینجا و حتی زحمت به خودش نمیداد اینطوری بکنه. خب این ور من و سایر گوینده ها میشستیم، با کراوات میشستیم، خیلی منظم استودیو رو قبلا بچه ها آماده میکرد، نه مجسی، نه قیافه های اونطوری، تصویر صاف و شفاف و برنامه های فوق العاده زیبا. این بود که همه روی کانال ما بودن. اما در داخل استودیو من موقعی که خبر میخوندم کراوات میزدم، کتنم میکردم، ولی پایین یه مایو پام بود و دو سه تا پنکه هم میذاشتم برای اینکه گرما و وحشت‌حال. امروز در لس آنجلس منو یاد خاطرات بندرعباس انداخت. حالا و یادمه که اینم این جمله معترضه رو اضافه کنم که من یک بار به دعوت بعضی از ایرانی ها رفتم به دبی. دبی که الان فقط هنرشون اینه که میلیاردها پول خود ایرانی ها رو خوردن و بعدم سعی کردن که یک منظره ای از شهر نیویورک یا سیدنی یا فرانکفورت یا شهرهای خیلی معتبر اروپایی در اونجا ایجاد کنن. ساختمان‌های عظیم ولی فرهنگ بی محتوا، هیچی ندارن و اینها رو خیال کردن وقتی که ساختمان‌های نمی‌دونم 100 طبقه و 80 طبقه و هتل‌های عجیب و غریب و اینا رو می‌سازن با پول، هی از دریا خاک می‌گیرن و تمام اکولوژی منطقه رو به هم ریختن و یک دولت بیارزم که این طرف هست که فقط کشتار همیهنان خودش بلده و نه اعتراضی نه چیزی و اونم دارن سوء استفاده میکنن، ولی از نظر فرهنگی آدمای پوچ و بیمحتوا، پوچ و بیمحتوا همشون، از عربستان سعودی گرفته تا این ور، نه فرهنگی نه تمدنی، فقط پول نفت و ساختمان های 50 طبقه 80 طبقه، گرانترین هتل ها، بهترین اتوبان ها، ولی اینا همش ظاهر قضیه است، ظاهر قضیه است. بگذاریم. ماه مرداد همیهنان گرامی ماه خوبی نیست برای میهن ما. در این ماه دو تا از فرزندان میهن ما، یکی در رشته هنر که به عقیده من کارش کمتر از کار سیاسی نبود که عیناً سیاست، به اسم فریدون فرخزاد که درست امروز 16 مرداد سال روز مرگشه،
و یکی هم شادروان دکتر شاپور بختیار. این دوتا ترورشون و قتل ناجوان مردانشون مردم ما رو تکان داد، چه در داخل و چه در خارج. و از تصادف روزگار من یکی از کسانی بودم که با فریدون فرخزاد نزدیکی زیاد داشتم. در خیلی از برنامه‌ها راجع به فریدون صحبت کردم، چه تلویزیونی و چه رادیویی، و خاطراتم رو گفتم. در مورد شادروان بختیار هم من به اندازه کافی در برنامه‌های گذشتم صحبت کردم، ولی راجع به این دو نفر گفتم، یکی در جبهه اصلا قابل مقایسه شاید در امور خودشون نباشن، ولی هر کدومشون تاثیرگذار بودن. بختیار یک چهره بزرگ ملی میهن ما بود، کسی بود که به مشروطیت اعتقاد عمیق داشت و معتقد بود وجهه رو باید زمان خودش، زمانی که تاریخ ایران اقتضا میکنه، این وجهه رو برای اون روز باید خرج کرد، نباید نگه داشت. او در روزهای آمد و پست نخست وزیری رو گرفت که بسیاری از این کسانی که الان در خارج از کشور به او و هم مرامهای او فحاشی میکنند همه فرار کرده بودند. و من فراموش نمیکنم محمد رضا شاه در آخرین صحبت و مصاحبه خودش این سوال مطرح کرد که کجا فرار میکنید، چرا ایران رو ترک میکنید. اینا هست، همش توی ضبط شده است. همینان گرام، ایران از نظر موقعیت زمانی و جغرافیاییش کشوری نیست که نادیده گرفته بشه از قبل، ولی دیدیم که گرفته شد. بنابراین در این شرایط حساس تاریخی نبایستی ایران رو ترک کرد. دکتر بختیار در یک همچین زمانی که هیچ کدوم از زماندارانی که در طول بعد از کودتای 28 مرداد بهترین شرایط رو در اون رژیم داشتن، هیچ کدومشون حاضر نبودن این ریسک رو بکنن، و حالا البته تو کتاباشون می نویسن هیچ کدوم حاضر نبودن این ریسک رو بکنن، ولی دکتر بختیار این کار کرد. او نخست وزیر معتقد به مشروطیت. ما در تاریخ بعد از شهریور 20 4 نخست وزیر داریم که اعتقادشون بر این بوده که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. یکی قوام سلطنت است، یکی دکتر مصدقه، یکی شاپور بختیاره، و یکی هم دکتر امینیه. این 4 تا نخست وزیر کسانی بودن که اعتقاد داشتن برای پابرجایی حکومت سلطنتی در ایران، تاریخ 2500 ساله، بایستی شاه کنار از مسائل حکومتی باشه، به عنوان یک سمبول باشه. من مصاحبه‌ای دارم با دکتر علی امینی، بعد از اون جبهه آزادی که تشکیل شد رفتم به پاریس و با دکتر امینی مصاحبه کردم. یک ساعت این مصاحبه طول کشید و در برنامه‌های متعدد در دویچه وله صدای آلمان اون برنامه رو پخش کردم. این در آرشیو من در آلمان هست. دکتر امینی صحبت رو خیلی جالب کرده در این مصاحبه، و صحبت‌های شادروان بختیار هم هست و صحبت‌های قوام هم هست، صحبت‌های مصدق هم هست. هیچ کدوم اینا با سلطنت دشمنی نداشتن، بلکه معتقد بودن برای دوام سلطنت بایستی شاه حکومت نکنه. من یادم نمیره که در اون بهبهه تهمت زنی ها، در اون بهبهه که شعار به جای شعور نشسته بود، دکتر بختیار گفت رفتم خدمت اعلیحضرت، ایشون گفتن که دکتر بختیار میبینم رو دیوارا شعار مرگ بر شاه رفته کنار، مرگ بر بختیار اومده. و بختیار جمله جالبی میگه، میگه من خدمتشون عرض کردم که این درسته، شعارای مرگ بر دولت باید باشه، مرگ بر نمایندگان باید باشه، نه مرگ بر شاه که سمبل یه حکومته.
و تا آخرش هم بختیار بر روی این پیمان خودش با مردم ایران باقی ماند که اگر ضعف ارتش و اون رهبرانی که یکی دو سه تاشون رفتن با جمهوری اسلامی از جمله آقای فردوس و نمیدونم قرباقی و اینا ساختن، اگر اون اعلامیه بیطرفی رو نداده بودن، بیطرفی با کی؟ نه در جنگ بود که مسئله بیطرفی پیش بیاد، مسئله یک جنگ ایدئولوژیک بود. این بر قضیه یه عده آدم های متحجر روزخان عقب افتاده جانی و این طرف قضیه یک دولت 2500 ساله که اگر به مشروطیت پابند بود و اجرا کرده بود ما به این وضعیت نمی افتادیم. همین الان دکتر بختیاری در یک همچین زمانی حکومت رو در دست گرفت و گفت همطور که دکتر مصدق از مجلسی که نصفش کسانی بودن که با زور و اینا آمده بودن توش رأی اعتماد گرفت، پس منم میتونم از این مجلس رستاخیزی رأی اعتماد بگیرم، ولی روش آینده من مهم است. و ما اگر به حرفای بختیار گوش کرده بودیم همینان گرامی و اجازه داده بودیم، او همونطور که در 37 روز حکومتش نشون داد که یک آدم دموکرات و به شدت مردم دوسته و معتقد به قانون است، اگر گذاشته بودیم یک انتخابات درست انجام میشد، من به شما میگفتم که این ملاها و آخونده جارو میشدن. ولی متاسفانه در نبود سازمانهای سیاسی و اینکه روشنفکرهای ما حتی در تمام طول زمان یاد نگرفته بودن کار سیاسی یعنی چی؟ یعنی دنبال روی از اکثریتی که اکثریت هم همه مجذوب یه مردک روزخانی شده بودن که آمده بود، حالا میخواستن فرق نمی کنه، همه سازمان های سیاسی این که کی تقصیر داشت کی نداشت نیست، هم اون رژیم گذشته و هم سازمان های سیاسی در این فاجعه تقصیرکار بودن. این نمیشه حالا بیایم بگیم آقا کی بود کی بود من نبودم، بعد فحاشی و عربده کشی و نمیدونم اینی که فلانی چرا این کار کرد اون یکی چرا این کار، نه همین الان گرفت. بختیار اعتقاد داشت میتوانه آدم در جهت مخالف مردم حتی شنا کنه، ولی مردم بعد از یه مدتی خواهند فهمید که حق به جانب کی بود. و الان و تاریخ آینده میهن ما ثابت میکنه که بختیار یک شخصیت فوق‌العاده بود در میهن ما، یک شخصیت فوق‌العاده، شجاع، معتقد به آزادی، چون امتحانش رو داده بود، در نهضت مقاومت ملی فرانسه فعالیت کرده بود، در جنگ داخلی اسپانیا بر علیه فاشیسم فرانکو جنگیده بود و در ایران پیرو به راه مصدق بود و معتقد به دموکراسی بود، معتقد به حکومت مردم بود، مردم سالاری بود. اینا نه طرفدار جمهوری بودن، نه دلشون میخواد مملکت، نمیخواست مملکت از هم بپاشه و گفت این مله ها قدرت میخوان، اگه قدرت نمیخوان خب من براشون یه واتیکان درست میکنم برن تو قم. ولی اون میدونست که عاقبت چیه. در تمام طول عمرش با آخوندیسم مخالف بود و دخالت مذهب در حکومت، حتی تز دکتراشو بر این مبنا نوشته بود. و این جانیا بعد از اینکه دکتر بختیار فرار کرد، به ناچار فرار نه، راه غربت رو در پیش گرفت و اومد یک سازمان منسجمی درست کرد و تصورش این بود که با این سازمان میتونه مردم ایران رو بسیج بکنه. این جانیا دو بار براش طرح توطئه ریختن، بار اول که اون انیس نقاش موفق نشد، سه نفر رو کشت، یعنی دو نفر رو کشت، یه نفرم معلول کرد برای همه عمر، و آقای میتران سوسیالیست آقای انیس نقاش رو آزاد کرد. وقتی انیس نقاش آزاد شد، رژیم احساس کرد که خب در این جریانات بدبسو میشه بختیار رو کشت و قاتلینش هم آزاد کرد، کما اینکه کردن. و دو تا جانی به اتفاق یه خائن و سه چهار تا خائن دیگه طرحی ریختن برای ترور شاپور بختیار. سازمان‌های امنیتی فرانسه به بختیار هشدار داده بودند
که شما در مورد اطرافیانتون یه مقداری دقت بکنید. اس نبرده بودن ولی این هشدار رو داده بودن. و خیلی از کسانی دور و بر بختیارم میدونستن که رژیم آنی آرام نمیشینه و اجازه نمیده بختیار همینطور در خارج از کشور به عنوان یک قطب درخشان ایرانیانی که سرخورده از این ملاها و روزخانها شدن و روز به روز تعداد فرایانشو بیشتر میشه و در داخل جان به لب رسیده، اجازه نمیدادن یک شخصیتی مثل بختیار در خارج از کشور که تمام پیشبینیاش درست در اومده بود همچنان اونجا باقی باشه و فعالیت بکنه. و اون نقشه جنایتکارانه رو ریختن و بختیار رو تکه پاره کردن. من یادمه فریدون فرخزاد یک بار به من گفت در مصاحبه‌ای که باش تو دویچه وله کردن، یک سال از تقریبا 9 ماه 10 ماه گذشته بود، گفت میدونی من چه زمانی اشکم سرازیر میشه؟ زمانی که این پیرمرد شاپور و بختیار، این عوامل جانی این رژیم آمدن، زمانی که به چاقو میزدن او چه حالی داشته؟ در حالی که همه کسانی که دوربر بختیار بودن میدونن که منزل دکتر بختیار یه فرمی بود که ابتدا شما از در که وارد میشدید این پلیسای فرانسه که رهبریشون در دست گیو بختیار، پسر بزرگ بختیار بود که مادر فرانسوی داشت و زبان فرانسه زبان مادریش بود، بسیار مرد خوش قیافه و خوش تیپی بود، یکی از عالی رتبه ترین افسران پلیس فرانسه بود و او رو گذاشته بودن در محافظت از بختیار. هیچ کدوم از کسانی که از ایران فرار کرده بودن شرایطی که برای بختیار به وجود آورده بودن نداشتن. چند تا پلیس در داخل بودن به رهبری جیو بختیار، حتی اطراف منزل بختیار هم پلیس ها میپاییدن. بنابراین کسانی باید میومدن در منزل بختیار و دست به این جنایت میزدن که یک طرح چند ماهه میریختن و اینا این کار کردن. به این دلیل هم بختیار رو همون در بد به ورود از پشت زدن تو سرش و شاهرگش رو قطع کردن، برای اینکه هیچ نوع صدایی دیگه نشه، چون طبقه زیر پلیسا بودن و بختیار همون یک ضربه و دو ضربه اول تمام این رگای گردنش قطع شد. و بعد این سلاخ‌های اسلامی، این کسانی که رهبر روزخانه‌ها دائم از عفو و عطوفت اسلامی حرف میزنه، با کارت، اونم کارت دندانه داره کند، شروع کردن رگای دست شما. روزه نمیخوام بخونم، میخوام بگم تا چه اندازه اینا بربرن، سبوان، ددمنشن و جانیان. و بعد تمام رگای دوتا دست بختیار و از جمله رگای گردنش رو قطع کردن و گذاشتن خون به طور کلی بره تا برن به اربابانشون بگن بختیار رو کشتیم. بله همین رو جم. این حکومت عدل علی، حکومت آقا امام زمان، که همین مردک رفسنجانی، همین آقایان اصلاحچیا و همون آقای نمیدونم خمینی و دیگران در این قتلات مستقیم دخالت داشتن همشون. حالا برای ما آقای رفسنجانی آزادی خواه شده و نمیدونم آقای محمد خاتمی که اون موقع فرمانده عملیات جنگی بود، بعد این اراجیف رو که بختیار نمیدونم با صدام حسین ساخته بود، در حالی که وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد بختیار رادیشو در اونجا قطع کرد و آمد در قاهره. این همه میدونه. گفتن رفته از صدام پول گرفته، اینطوری نبود. بختیار همیشه هم گفت از عربستان سعودی موقع پول گرفت و یکی از ضعفای کارش بود، اما هیچ تعهدی در برابر این مسئله نداشت. اما این جانیان وقتی که اومدن اون ساعتی رو که پادشاه عربستان داده بود به دکتر بختیار و ساعت توش الماس نشان بود، من این ساعت ها رو دیدم، چون در بندر عباس هم قبلا دیده بودم که این حکام خلیج فارس می اومدن از این کارا میکرد. اونم از دستش وقتی مچشو بریدن برداشتن بردن یادگاری، ولی یکیشون گیر افتاد. اگه اون یه نفر گیر نیفتاده بود
هرگز دادگاهی در فرانسه تشکیل نمیشد. موضوع حل شده بود. بویر احمدی بعد از این جنایتش انجام داد، رفت از فرودگاه فرانکفورت رفت و آلمانی ها میدونستن که این قاتل بختیاره، گفتن دردسر دنبالش نمیره، رفت. فرانسوی ها میدونستن این جنایت انجام شده، نمیخواستن تعقیب کنن تا زمانی که اون مردک رو توی سوئیس گرفتن و تحویل فرانسه دادن، ناچار شدن. محمد آزادی هم که در رفت، بردنش دادگاه. چند نفر دیگه از جمله آقای هندی، نمیدونم آقای یکی از که الان سفیر ایران در آلمانه، اسم منحوسش هم یادم رفته، اینا تمام کسایی بودن که برای این قتل عام که بعد کتیبرم اونجا کشتن. بعد از اینکه اینا میزنن تو گردن بختیار، بختیار ناله کوچیکی میکنه و کتیبه میاد تو و کتیبه رو با 27 ضربه کارت میکشن. یه جوان 22 ساله که منشی بختیار، بسیار انسان شریفی بود. نمایندگان اسلام شروع میکنن با کارت 27 ضربه بهش میزنن، همونطور که همسر داریوش فروهر و داریوش فروهر رو با همین سبوعیت دشن آجین کردن. اینا همشون نمایندگان اسلام هست. همونطوری که در اونجا ما شاهدیم اویسی رو کشتن، نمیدونم خدمت شما عرض کنم شهریار شفیق رو کشتن، دکتر برومند رو یک ماه قبلش کشته بودن، قبل از بختیار. بعد دکتر مظلومان رو کشتن، بسیاری از رهبران گروه های چپ رو پشت هم دیگه ترور کردن، از مجاهدین خلق رهبرانشون ترور کردن، برادر رجوی رو، و بعد افتادن به جان رهبران کرد با ناجوانمردی، گفتن آقا بیایم بشینیم مذاکره کنیم، بعد در حین مذاکره اینا رو کشتن، دکتر قاسملو رو. بعد اومدن در برلین، در میکونوس، در رستوران میکونوس رهبران حزب دموکرات رو کشتن. بعد همه جا نماینده های اسلام که دروغ نمیگن، همینان گرامی، همه جا هم گفتن که اینا اختلافات درون سازمانی داشتن، همدیگر رو کشتن. اما وقتی که همه کشورهای اروپایی بعد از قراری که دادگاه میکونوس صادر کرد و از رأس تا پایینشون همه رو محکوم کرد، این قتل از بین رفت. تا به حالم نشده، تک و توک چرا، ولی دیگه قطع شد، چون دست اینا برای کشورهای غربی و جهان غرب باز شد، دیگه اختلافات سازمانی نبود. حکومت جهانی ها همینان گرام، جهانی حکومت جهانی ها، بارها گفتم در این برنامه، بیشتر از همه من رو این موضوع استناد کردم که اینا یه عده قاتلن. برای پیشرفت در جمهوری اسلامی باید جانی باشید، قطع بکنید، بیدهم باشید و سبع و بربر ترقی میکنید، از اون بالا تا این پایین، هر رهبر تا اون پایین، هر کس در این رژیم بتونه درنده خوب باشه، جانی باشه، سبع باشه، حکومت عالی میبرتش بالا، با شعور باشه، تحصیل کرده باشه، غیر متعهد به اینا باشه، جاش تو زندانه یا مرگ یا فرار. این بدیهیه دیگه، هیچ مو هم لای درزش نمیره. حالا اینا بختیار رو کشتن. فریدون فرخزاد به من میگفت من یاد اون زمانی افتم که این پیرمرد زیر ضربات کار دهین، اون نمیدونست که دکتر بختیار همون وهله اول بیهوشش کرد، تمام رگاش رو قطع کرد، ولی با خودش همین کار کرده. با فریدون فرخزاد همین عمل جنایتکارانه رو کردن، یعنی در هوشیاری کامل تکه پارش کردن. من در این برنامه باید از دو نفر یاد کنم، خیلی زیادم یاد کنم، یکی علی آبادانیه که این آدم همکاری میکنه با مهدی زکایی، مهدی زکایی خودمون در اینجا مجله جوانان، و در گذشته هم با جوانان چاپ ایران هم کار، بسیار مرد نازنینه، خیلی هم صدمه کشیده. این آدم کسی بود که تعقیب کرد جریان قتل فریدون رو و تا آخرین لحظه آرام ننشست، تا پلیس بالاخره اومد جنازه فریدون رو کشف کرد.
من خودم همین 24 ساعت قبل از اینی که تلفن‌ها رو تلفن می‌کردیم و فریدون تلفنش قطع بود، مرتبا زنگ می‌زدیم، چون فریدون گفته بود به دلیل بیماری مادرم من تلفنم باید باز باشه و 3 تا مهمان دارم. اینی بارها گفته بود به همه، به منم گفته بود. از تازه از کانادا برگشته بود، به من زنگ زد که من دارم برمیگردم اینجا، منو تهدید کرد. من تعجب کردم، گفتم تو رو همیشه تهدید می‌کنن؟ گفت نه، این دفعه یه جور دیگه است. دوستای من در فرانکفورت رفتن فرودگاه، من چون نمیتونستم برم، در برنامه دوشویلی برنامه داشتم هر روز، و فریدون 3 روز 4 روز در فرانکفورت زندگی کرد، موند، سگاش اونجا منزله که دوستاش بود، اونا رو گرفت و آمد و حدود 2 هفته بعد آمد در یه برنامه رادیویی، من باش مصاحبه کردم، آخرین مصاحبه بود که من کرده بود. راجع به فیلمش عشق من وین صحبت کرد، راجع به پوران صحبت کرد، راجع به گوگوش صحبت کرد، راجع به خواننده ها، راجع به میخک نقره‌ای، راجع به همه اینا صحبت کردیم. اون یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که من کرده بودم. و او همیشه میدونی چی میگفت؟ میگفت من هم در تهران فوش خوردم و هم در خارج، به خصوص در این لس آنجلس. این صحبتش این هست. اتفاقا دیدم که چند نفرم در سایت بی بی سی و دیگه نوشته بود در لس آنجلس لجنزاریست از تهمت. انسان‌های شریفی خیلی زیادن، ولی یه عده هستن که اینا لجن پراکنی و فحاشی جزء فرهنگشون شده. و اینان که منو میسوزوندن، نه اون پاسدار بیشعوری که فقط به خاطر گذران زندگیش این کارا رو میکنه. اینا رو در یک کتابش هم نوشته. خیلی بد کردیم همیهنان گرامی، خیلی بد کردیم. یادمه که فروغ فرخزاد وقتی که اون شعر معروفش رو گذاشته بود، گناه کردم گناهی پرزلزت در آغوشی که تنگ و آتشین بود. چه کردن این روشن فکرهای ما با فروغ؟ پوران فرخزاد در مصاحبه با دویچه وله گفته و فریدون هم میگه، میگه به خواهر من گفتن تو هرزه‌ای، تو خیابانی هستی، در حالی که من فروغ رو میشناختم. و این جالبه که این رئیس روزخانه یه مصاحبه که همین دیروز گفته که این فروغ فرخزاد وقتی شعر میگفت حتی اون روشن فکرهایی که شبا میرفتن تو کاپو و عرق میخوردن و همدیگر مثل نش میکشیدن این ور اون ور، اونا هم قبولش نداشتن. راست میگه، این راست میگه. و برای اینکه حالا بزنه به بانوی شعر ایران سیمین بهبانی، میگه بله اون عاقبت به خیر شد که مرد، ولی کسانی هستن که عاقبت به شرن هنوزم زندن. اون مردک میگه اون نمیدونه در گذشته، در ببخشید در آینده، مجسمه سیمین رو مردم میهن ما از طلا میگیرن، ولی راجع به ملاها آینده ایران چجوری قضاوت خواهد کرد؟ آقای رئیس روزخانه مطمئن باش امروز در سوریه نخست وزیر اونا یادتونه در برنامه هم میگفتم وقتی که بوی الرحمن یک رژیمی در میاد، اولین اتفاقی که میفته تمام اون آدم هایی که وابسته هستن به اون رژیم در میرن، خیلی نزدیک هستن. براتون میخونم عمیانان گرامی، چندین تا به حال 20 جنرال ارتش سوریه فرار کردن و خودشونه به این ور رسوندن. آقای ریاض حجاب نخست وزیر، 2 ماه نخست وزیرش بعد از این اصلاحات که قرار بود طرف انجام بده، فرار کرد. امروز میگن در قطره، بعضیا میگن در ترکیه است. گفت این حکومت جنایتکار داره تمام اسلحه‌هاشو بر سر ملت مظلوم ما می‌ریزه و من ننگ دارم با اینا کار کنم. فرار کرد. آقای رئیس روزخانه یادت باشه 48 تا از این سرداران محترم اسلامو گرفتن، اینا گفتن اینا زائر بودن. دلم میخواد الان وارتان این فیلم این زائران محترم رو در سوریه به شما نشون بده که ببینید شما اینا زائرن، یه زن توشون نیست. اینا همه مامورین جمهوری اسلامی بودن برای سرکوب مردم سوریه و اینا گرفتنشون. حالا چند تا واقعه است که من بله همون قبلی بود اینا رو، بله اینه این فیلمو
دلم میخواد ببینید همیهنانی گرامی که در این فیلم چگونه اینا آمدن بگن اسم اینا. نگاه کنید حالا فیلمو، خواهش میکنم، متعلق به بی‌بی‌سیه. همیهنانی گرامی شهروند ایرانی دیوانه که نیست که بیاد بره زینبیه، بعد تو اون شرایطی که جنگ داخلی در دمشق و حمص و همه جا هست، درعا، بلندش بره زیارت. شما دیدین یک دونه زن تو اینا نیست. معمولا کسانی که ظاهرن زن و مرد و بچه و اینا هستن، خب دیدیم، بارها دیدیم. و اینجاست که کسانی که قراره بیان و وساطت بکنن، از جمله وزیر خارجه ترکیه داوودوغلو و وزیر خارجه قطر، اینا اگر بدونن که اینا با مأموریت جنگی آمدن برای سرکوب مردم سوریه، مسلمه که خودشون کنار خواهند کشید. اما فیلمی هست راجع به فریدون فرخزاد همیهنان گرامی. دلم میخواد این فیلمو ببینیم و یادی بکنیم از فریدون فرخزاد، هنرمندی که در آلمان رشته علوم سیاسی رو خوند ولی همیشه دوست داشت تو مردم زندگی کنه، با مردم زندگی کنه و یک هنرمند واقعی بود و بسیاری از روشنفکرها او رو قبول نداشتن، او رو مسخره میکردن و حتی وقتی راجع به فروغ صحبت میکرد بهش میگفتن تو با گفتن نام فروغ او رو کثیف نکن با این دهانت. حرفایی بود که فریدون بارها و بارها میگفت. ولی هیچ کدوم از این روشنفکران، چه زمانی که او کار هنری میکرد که بهترین برنامه ها رو عرضه کرد، ما میخک نقره‌ایش، یادم نمیره که هنرمندان قدیمی رو مثل روح‌انگیز، مثل قمرالملوک وزیری، اینا رو آورد تلویزیون. چه کردن این روزنامه ها و روشنفکران که این مردک خجالت نمیکشه اینا رو میاره، اینا اعتباری داشتن، میاره تو تلویزیون، اینا همه پیر شدن، اینا دیگه نمیتونن بخونن. نمیگفتن این کار انسانی رو داره میکنه، کاری که اینجا میکنن، از هنرمندان پیر در برنامه های حتی اسکارشون تجلیل میکنن. یادم نمیره آورد یک از این هنرمندان، انه یادم نیست کیه، دستشو بوسید، چه فحاشیایی کردن بهش که دست یه هنرمند رو بوسیده. فریدون یه کار جدید کرد در کار شو در ایران و اون این بود که دیگه وای نمیستست اخ بکنه، چشاشم ببنده، آواز بخونه، شادی رو میآورد تو خونه ها، میرقصید، شادی میکرد. یک کار دیگه برای این مردم دوستش داشتن. 3 ساعت شوی میکرد که نقره‌ای اصلا اینطوری تموم میشد، همش با ابتکار بود. بعدم در خارج من شاهد بودم، همیهنانی گرامی، فریدون برای فروش بلیط‌های کنسرتش در خونه تک تک ایرونی ها میرفت، اونا رو که آدرس داشت، و بلیط‌هاشو میفروخت. یه صحنه ای از توی لندن که فریدون تو همین فیلمی که الان میبینید، یه عده عرازلوباشون بالا داد میزنن فریدون باید برقصه، میگو میرقصم، من برای مردم همه کار میکنم، ولی شما چی؟ اونا رو نباید فریدون جوابشون رو میداد، مردم باید اونا رو خفه میکردن، مردم باید تظاهرات میکردن و اونا رو خفه میکردن، ولی نکردن. نگاه کنیم به این صحنه. خانواده همیهنان گرامی چقدر آزار کشیدن و حالا پوران فرخزاد. راجع به علی آبادانی صحبت کردم که در مورد قتل فریدون آنی آرام ننشست و در اینجا باید از قلی‌پور هم یاد کنم، انسان بسیار والایی که عقیده خاص سیاسی خودشو داره، ممکنه با عقیده سیاسی منم همخوانی نداشته باشه، ولی یک انسان به تمام معنیه. تمام مدت هفته کار شاق میکنه، روزی 12 ساعت 13 ساعت کار میکنه و او بود که وقتی که بعد از نمیدونم مثلا 10 سال مجبور بودن که اون محوطه‌ای که قبلا آرامگاه فریدون بود اونجا بردارن، همه آثار از بین ببرن، او رفت و جنازه فریدون رو برداشت، در یک قبرستان دیگری دفن کرد. تمام این مراسم رو به عهده گرفت و امسال هم به یاد بود 20 سال ترور فریدون فرخزاد، باز تمام زحمات به گردن او و دوستانش بود، ولی او بیشتر. و در اینجا لازمه از قلی‌پور به عنوان یک برنامه‌ساز تشکر کنم. نمیخوام بگم از طرف مردم ایران، نه، من چه رسالتی به عهده ندارم، ولی به عنوان یه برنامه ساز، چون خیلی انسان والایی است و یک کاش نظیر او بدون ادعا میتونستیم این کارها رو بکنیم، حداقل یه قدم های کوچکی برداریم.
دیروز در شهر لس آنجلس تظاهرات بسیار بزرگ و باشکوهی بود. چندین هزار نفر ایرانیان مقیم لس آنجلس در این تظاهرات شرکت کردند. البته بعضی هم گفتن این تظاهرات سیاسی نیست. ولی من معتقدم هر عمل ما در خارج از کشور و داخل سیاسی است. خودمونو گول نزنیم. سیاسیه. ولی همین که دیروز آدم ها با عقاید مختلف بلند شدن در اون گرما آمدن و در اون تظاهرات عظیم شرکت کردن قابل تقدیره و قابل تقدیس هم یعنی گرم و همه کسانی که برای اون تظاهرات زحمت کشیدن. اما جالبه، یادتونه که جمهوری اسلامی یه موشک هوا کرد، یه کرم خاکی و نمیدونم یکی دو تا چیز اینا رو هم گذاشت توی موشک و گفت ما جز اولین کشورهای منطقه هستیم که داریم موشک هوا میکنه، در حالی که اینطوری نیست. هند و ژاپن و کره جنوبی و اینا همه این کارا رو کردن. بگذارید، اونم در چه موقعی؟ در 40مین سال پیاده شدن یک انسان در کره ماه، که حتی سخنگویان ناسا و دولت آمریکا به این موضوع اشاره کردن که جمهوری اسلامی یک کرم خاکی رو برداشته هوا کرده و داره میگه که بله ما 17مین قدرت اقتصادی و چندمین قدرت یا نمیدونم فنی در جهان هستیم. حالا امروز مریخ نورد جدید آمریکا بعد از 8 ماه که در راه بود، 8 ماه چندین میلیون کیلومتر رو طی کرد و در میان هیجان شدید به کره مریخ نشست. امروز فیلم این رو، این فیلم نشسته این مریخ رو من در تلویزیون بی بی سی دیدم. این فیلم هایی که دیدین اکثرا مربوط به بی بی سی و امیدوار هستم که اینو وارتان برای شما پخش بکنه و شما ببینید که این مریخ، این مریخ نورد جدید آمریکا چگونه و با چه تکنیک عالی همیانانی گرامی. اصلا حیرت آوره، حیرت آوره وقتی که شما نگاه میکنید ببینید با چه دستگاه های پیچیده‌ای بعد از طی میلیون ها کیلومتر این مهنورد، این مریخ نورد وارد سطح کره مریخ میشه. نگاه کنید، بهترین که ببینید. همیانانی گرامی، وقتی که ما این فیلم ها رو میبینیم، وقتی که کشورهای مختلف جهان رو میبینیم که با سرعت سرسام‌آور برای حفظ منافع ملیشون حتی از سیاست های چند ماه گذشته خودشون عدول میکنن، نمونش ترکیه. آقای طیب اردوغان یکی از صمیمیترین دوستان آقای حافظ اسد بود. تمام امکانات ترکیه در خدمت اسد بود و میدونید همه شما، من خودم شاهد بودم، شاهد زنده. من زمانی که اتفاقا رفتم مونیخ، اون زمان فریدون هنوز به ایران نیومده بود، رفتم مونیخ فریدون رو دیدم و بعد به اتفاقی که دوستان برمیگشتیم به ایران در سفر آلمان، شما وقتی از ترکیه عبور میکردی یک کشور فقیر بدبخت بیچاره با دو تا جوراب میتونستی باک بنزینتون رو پر کنی، دزدی، چون بیشتر این مامورین این پمپ بنزین ها کسانی که بودن که فقیر بودن. حالا دو تا جوراب بهشون میدن، یه پیرهن میدادی باک بنزین رو پر میکرد، چه جوری من نمیدونم. رستوران میرفتید شما یه چند ده لیره ترک به اینا میدادید، 50 تا پشتک میزدن براتون. جاده ها خراب، وضع افتضاح، مردم فقیر میمدن سیگار میخواستن، این نمیدادین سنگ پرتاب میکردن به ماشینتون. حالا برین ترکیه. من رفتم آنتالیا، آنالیا، اینجا رو دیدم، حیرت آوره. کیلومترها کارهای عمرانی کردن، یه ریویرا درست کردن به ریویرای ترکیه، آنتالیا و آنالیا، فرودگاه های متعدد، جاده های اتوبان های چند خطه، هتل های بی نظیر، وسایل ورزشی زمستونی و تابستونی و همه جا، همه کشورها، همیانان گرامی، نه تنها ترکیه، حتی این کشور جنگ زده عراق وضعش بهتر از ماست. ما فقط گرفتار یه عده دزد و متحجر و جانی و ددمنش و چی بگم اینا شدیم.
نه ارق ملی دارن براشون. الان یه گزارش دارم دیگه نمیرسن، فرصت نیست، راجع به جنگلای گلستان همه رو دارن نابود میکنن. یکی از مسئولین محیط زیست گفته در 30 سال آینده 1 متر جنگل نداریم، همش از بین میره، نابود داره با این سرعتی که داریم میریم جلو. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید همیانون گرامی. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.